به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت تک تک شما عزیزان همراه سرخط. دمتون گرم که سرخط رو در راستای بهتر دیده شدن و کمک به ایران همراهی میکنید. آقا خدمتتون عرض کنم که هر روزی که از این دنیا میگذره انسانها عقلشون رو به زوال میره. این یه چیز کاملا طبیعیه، اما این وسط یه عده هستن که اصطلاحاً بالاخونه رو اجاره دادن و هر روز قسمت‌های بیشتری از مغزشون رو میسپارن دست یه عده از خودشون بدتر و موجبات خنده و شادی من و شما رو فراهم میکنن. حالا چی شد اینا رو گفتم و بحث و علمی کردم؟ شما این عکس رو ببینین. شهر پر شد از ماشین‌های گشت ارشاد، تو این هوای گرم این همه مردم آزاری چرا؟ خوب تماشا کردین؟ من نمیدونم اگه هوا گرمه این خانم چرا کت زمستونی تنشه؟ یا اصلا برگا چرا ریخته؟ نکنه از ترس گشت ارشاده؟ حالا نکته‌ای که میخوام بگم و بحث رو به خاطرش علمی کردم این عزیزان، طبق یافته‌های علمی اخبار جعلی در توییتر سریع‌تر، عمیق‌تر و دامنه‌دارتر از اخبار واقعی نشر پیدا می‌کنند. حالا عزیزان، این یه نمونش بود که این خبر جعلی و درپیت بیش از 9000 لایک و بیش از 300 تا باز نشر میشه، اما کسی به جزئیات عکس اصلا توجهی نمی‌کنه که درخت‌ها بدون برگن و خب پوشش مردم که لباسای گرم هست. و تا دلتون بخواد از این نمونه ها هست، این یه نمونه از تخریب ایران و نیروهای نظامی و انتظامی کشور هست. دیگه شما خودتون فکر کنید که چقدر از این نمونه ها در راستای سیاست ایران و مردم ایران و و و و وجود داره. میخوام اینو بگم دوستان، آگاه باشیم و یه موقع خدای نکرده با بازنشر این مطالب دروغ در زمینه تخریب کشورمون ناخواسته فعالیت نکنیم. البته خب همونطور که میدونین اینا یه عده مزدورن که یا تو آلمانی هستن یا اسرائیل که بالاخونه رو اجاره دادن و خودشون رفتن تعطیلات. او راستی حالا که اسم اسرائیل اومد، حیف این خبرها رو هم در مورد اسرائیل نشنوین. البته چند روزی بود میخواستیم از این رژیم بکشیم بیرون که انگار خودشون نمیذارن. از بنت بگم یا در جریانش هستین؟ حالا بذارین یه کوچولو در موردش بگم. بیچاره داره خودشو به در و دیوار میزنه که به قولی اگه قمار رو باخته لاغر حریف رو از دست نده، ولی دیگه حریفی هم نمونده از بس بد بازی کرده و داره بای بای میکنه. یادتونه میگفت که ما اون سر اختاپوس رو میزنیم؟ چی شد؟ پای اختاپوس هم نتونستی لمس کنی که. حالا امروز صبحم از خواب بیدار شده و گفته که چیکار کنم چیکار نکنم. گفته خیلی خب بیا یه زنگی به این رسانه ها بزنم ببینم که چی میشه. بعد که زنگ زده و رسانه ها اومدن گفته بیا حالا ما یه هشداری به ایران بدیم، ما که داریم میریم دیگه. به گزارش نشریه جروزالم پست، نفتالی بنت نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه هفته تیر یعنی دیروز که مصادف می‌شده با 28 ژوئن توی یه سخنرانی به جمهوری اسلامی ایران هشدار داد در صورت درگیر کردن خود به حملات سایبری علیه اسرائیل بهای آن را خواهد پرداخت. واقعا ترسیدم. بنت گفته که همان گونه که بازدارندگی هسته‌ای وجود دارد، بازدارندگی سایبری نیز وجود خواهد داشت. او در این راستا تصریح کرد روی کرده من به طور کل و به طور اخص در ارتباط با ایران است. ما همینطور بی دلیل در ایران هرج و مرج به پا نمی کنیم. این هیچ وقت سیاست ما نبوده، اما موضع ما این است که هر کسی که با اسرائیل در بیفتد بهای آن را هم می پردازد. نمیدونم چرا خندم می گیره. بنت اضافه کرد که نمیتوان به صورت غیر مستقیم و از طریق نیروهای نیابتی اسرائیل را مورد حمله قرار داد و آن وقت تصور کرد این مسئله پیامدی نخواهد داشت. او اضافه کرد اگر جمهوری اسلامی ایران برای ضربه زدن به اسقاطیل افرادی را اعزام میکند، اسقاطیل نیز خواهد کوشید به شیوه های گوناگون از جمله پنهانی و سایبری به جمهوری اسلامی ضربه بزنه. به گفته بنت اسرائیل حالا گروهی از افراد باهوش را گرد هم آورده که پشت صفحه کلید نشستن و تاثیرگذاری آنها مانند نیروهای جنگی است. آره، همون باهوشا که تو جنگ با دشمن فرضی زخمی شده بودن و تا مرز شهادت پیش رفتن. البته تا یادم نرفته اینم بگم که روزنامه جروزالم پست به نقل از رئیس اداره ملی سایبری اسرائیل یا همون INDC از ایجاد سامانه تحت نام گنبد آهنین سایبری در برابر حملات سایبری ایران، حزب الله لبنان و حماس علیه اسرائیل خبر داده. اگه گنبد اسرائیل سایبری هم مثل گنبد آهنین موشکیشون باشه که باید بعد از آبکش آهنین تو تل آویو منتظر آبکش سایبری آهنین هم باشیم. حالا ازتون دعوت میکنم به خبری که همین الان به دستمون رسیده هم توجه کنین. اطلاعات مسافران هتل‌های اسرائیل در قبضه هکرها قرار گرفت.
یه رسانه عبری از افشای اطلاعات بیش از 140 هزار نفر از مشتریان مراکز سیاحتی اسرائیل به دست هکرها پرده برداشت. شبکه تلویزیون سراسری رژیم صهیونیستی کان در گزارش در این رابطه اعتراف کرده که اطلاعات رزرو مشتریان شماری از هتل‌های اسرائیل بین سال‌های 2017 تا سال جاری 2022 به دست هکرها افتاده و به تدریج اونا در حال انتشارش هستند. به نوشته این رسانه عبری زبان، یک گروه که شارپ بویز نام داره و هنوز از ارتباط دقیق اون با ایران اطلاعی در دست نیست، اقداماتی رو علیه اهداف اسرائیلی انجام دادن و امروز از هک کردن دست کم 4 وبگاه گردشگری اسرائیل و هتل‌های دان، تریواجو و هتل مینی رو هم هک کردن و پایگاه hotelforyou.co.il رو هم از دسترس خارج کردند. به نوشته وبگاه کان، گروه هکری مذکور تا کنون حدود 140 هزار پرونده از اطلاعات شخصی اسرائیلی ها منتشر کرده که از اون جمله میشه به نام پست الکترونیک، تلفن و اطلاعات مربوط به رزرو هتل اونها اشاره کرد. و همچنین لازم به ذکر که 200 شماره کارت رو هم روی کانال تلگرامیشون قرار دادن. به اعتراف این رسانه، این دومین حمله گروه هکری مذکور به وبگاه هتل فور یو محسوب میشه. بار قبلی که 12 ماه جاری رخ داد، این وبگاه فقط از دسترس خارج شده بود. و باید عرض کنم که طبق گزارش رسانه‌های عبری، هکرای ایرانی دست کم از 6 ماه پیش در عمق فضای سایبری اسرائیل نفوذ کرده بودند. و باید عرض کنم که هنوز هیچی نشده، آبکش سایبری آهنین داره شکل و فرم میگیره. حالا اینم در همین راستا داشته باشید که خیلی ها فهمیدن تو منطقه کد تنکیه. الجزیره قطر گزارش داده که اردن هر گونه تلاش برای پیوستن به یک ائتلاف نظامی علیه ایران که شامل اسقاطیل نیز می شود را رد می کنه. این در حالیه که اعلام شده مصر هم با پیوستن به این ائتلاف مخالفت کرده. الجزیره قطر صبح امروز چهارشنبه گزارش داد که اردن هر گونه قصد برای پیوستن به ائتلاف نظامی شامل اسقاطیل را رد می کنه. بر اساس این گزارش، وزیر امور خارجه اردن تایید کرد که چنین پیشنهادی وجود نداره و اردن در چنین اتحادی قرار نخواهد گرفت. همچنین این موضوع در جریان سفر جو بایدن به منطقه در دستور کار قرار نگرفته. در همین راستا منابع تاکید کردند که فرماندهان ارشد ارتش مصر هم به صراحت مخالفت خودشون رو با این اتحاد و هر گونه رویارویی مستقیم با ایران اعلام کردند. اونا توضیح دادن که این موضوع در چارچوب نهادهای امنیتی و نظامی مصر و بعد از انتشار موضوع ایجاد اتحاد نظامی علیه ایران در خاورمیانه مطرح شده. عرض کنم دولتی که البته دولت که چه عرض کنم، بیشتر شبیه یه سیرک دست جمعی هست تا دولت. حالا به هر حال خودش داره واسه بقا دست و پا میزنه، اون وقت با چه روی از کشورهای دیگه میخواد بیاد متحدش بشن؟ این از اون جوکا بودا. حالا در همین زمینه بهتر این ویدیو رو هم خودتون ببینید. ما از زمان وقوع انقلاب با تروریسم ایرانی دست و پنجه نرم می‌کنیم. پرونده هسته‌ای ایران موجب هراس ما و تمام جهان است. این پرونده تهاجمی نظامی هسته‌ای تهدیدی مستقیم علیه کشورهای عربی و مشخصاً کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و همسایگان ایران است. برنامه هسته‌ای اسرائیل چطور؟ شما ایرانی‌ها حتی یک گلوله به سمت اسرائیل شلیک نکرده اید. حرفشون رو قطع نکنید. در 43 سال گذشته یک گلوله هم به سمت اسرائیل شلیک نکرده اید. اما از طریق شبه نظامیان خود هزاران موشک و پهپاد به سمت ما در عربستان شلیک کرده اید. اینکه اسرائیل فلسطین را اشغال کرده و در حال ریشه‌کن کردن مردم فلسطین است، این نامش تهاجم نیست. و شما به عراق مواد انفجاری، مین و موشک فرستادید. متاسفانه باید نکته ای رو عرض کنم که سرتیپ از اون خوشش نمیاد. اساساً تصمیم گیری در مورد روابط ایران و عربستان به تصمیم آمریکا وابسته شده. یعنی اگر در مذاکرات هسته‌ای دستاورد مثبتی حاصل شود، در مذاکرات ایران و عربستان هم پیشرفت دیده می شود. و بجز این هیچ پیشرفتی در کار نخواهد بود. چرا؟ چون آمریکایی‌ها خودشان علت این مشکلات در منطقه هستند. یعنی وقتی از اتهامات ایران که در منطقه چنین و چنان کرده سخن میگویید، باید دلیلی برای آن بیاورید که ایران چه گناهی مرتکب شده. اما در مقابل پروژه های آمریکایی اسرائیلی را نادیده میگیرید که موجب نابودی منطقه شده. چه کسی از این پروژه ها حمایت مالی کرد؟ چه کسی از این پروژه ها پشتیبانی و آن را مدیریت کرد؟ سخنان حمد ابن جاسم نخست وزیر سابق قطر را ببینید که میگفت در جنگ سوریه و غیره چه کردند. سخنانش را ملاحظه کنید، چون شاهدی از بین خودشان به اقداماتشان شهادت داده. میبینین دوستان، اینم یه نمونه دیگه از حقارت سعودی ها در مقابل آمریکا و البته دلایل فضایی که هیچ ربطی به این مسئله نداره. اما خب کارشناس لبنانی خوب جواب پررویهاش رو داد.
اما در حالی که این رژیم و البته چند تا کشور دیگه که نمونش رو هم خدمتون عرض کردم دارن دست و پا میزنن، بزرگترین اقتصاد تقریبا کل دنیا از درخواست ایران واسه عضویت در گروه بریکس حمایت میکنه. سخنگوی وزارت خارجه چین در اظهاراتی اعلام کرد که چین از درخواست ایران برای عضویت در گروه بریکس حمایت میکنه و لازم به ذکر که وزیر خارجه روسیه هم از این درخواست حمایت کرده و گفته آرژانتین و ایران نامزدهای شایسته برای پیوستن به بریکس هستند و مراحل مقدماتی برای گسترش این اتحادیه آغاز شده. تصمیم در مورد ورود یک کشور به بریکس با اجماع تعیین خواهد شد. خب در مورد بریکس و جزئیاتش تو برنامه دیروز حسابی و مفصل صحبت کردیم، فقط میخوام تو این برنامه دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم تا شاید در آینده احتمالی از طرف عزیزان برانداز و لیبرال کمتر چرت و پرت بشنویم. اول اینکه قرار نیست با عضویت تو بریکس همه چیز یه دفعه ارزون بشه یا تحریما کلا رفع بشه و کارت ملیامونو بدن. خلاصه که زیاد توقع تغییر شرایط اقتصادی تو کوتاه مدت رو نداشته باشیم، ولی در بلند مدت تأثیر بسیار عالی و قابل تأملی خواهد داشت. این از این. دومم این که عضویت تو بریکس هیچ ربطی به رئیس جمهور سابق نداره. حالا نمیخواد بیایید بگید که روحانی مقدمه رو فراهم کرد و رئیسی فقط کار رو تموم کرد. لازم به ذکر که طبق گفته سفیر سابق ایران در برزیل، پیش از دولت روحانی موافقت برزیل و آفریقای جنوبی واسه عضویت ایران تو بریکس رو گرفته بودیم، ولی دولت روحانی جلوی عضویت ایران رو گرفت. بله دوستان، از این جماعت اصلاح طلب هیچی بعید. حالا و در راستای بریکس دعوت میکنم صحبت‌های سفیر سابق کشور در برزیل رو بشنویم. به طور قطع بریکس با توان اقتصادی که دارد میتواند یک نظم جدید رو در مقابل نظم غربی ایجاد بکنه و با توجه به تحولاتی که در اوکراین، جنگ روسیه و اوکراین ما داریم و همه پیش‌بینی‌ها بر این هست که تحولات اوکراین مبنای یک تغییر نظم جهانی هست، بریکس اینجا نقش‌آفرینی بسیار اساسی و مهمی می‌تونه داشته باشه. در بریکس یک تقسیم کار نانوشته‌ای وجود داره قبل از پیوستن آفریقای جنوبی که این چنین نامی برام میگن چین کارخونه اقتصاد و تولید جهانی است. بله. برزیل فروشگاه مواد غذایی جهان است. اینا ویژگی‌های این کشور هست. هند ارائه دهنده خدمات اقتصاد جهانی است. به عبارتی اینا خودشون رو مکمل هم حساب میکنن. و روسیه پمپ بنزین جهانی است. انرژی. این به اساس ترسیمی هست که تقسیم کار بین این چهار تا کشور به عنوان چهار تا کشور مکمل هم در نظام اقتصادی بین‌الملل مطرح است. اما در حوزه سیاسی و بین‌المللی بریکس برای خودش اهدافی داره. این اهداف رو نگاه بکنیم باز با اهداف و رسالتایی که ما در انقلاب اسلامی تعریف می‌کنیم و دنبالش هستیم برای مبارزه با ظلم، مبارزه با سلطه، مبارزه با هر گونه به اصطلاح ستم غربی، امپریالیستی، دقیقاً اینه که بریکس در این راستاست و ما همراستا هستیم با اهداف بریکس. من چند تا از این موارد سیاسی بین‌المللی اهداف بریکس رو خدمتتون عرض می‌کنم. یک، ایفای نقش مؤثر در یاری رساندن به کشورهای در حال ورشکستگی. یعنی این رو به عنوان یک از اهداف کاری خودشه. دو، تاثیرگذاری مثبت بر بحران‌های اقتصادی و سیاسی مهم جهان که حالا نمونه‌هاش هست در جای مختلف مثل سوریه، مثل افغانستان. نقش‌آفرینی در مسائل مهم جهان. بریکس علاقه‌مند به مسائل مهم جهان و تنش‌های منطقه‌ای مثل سوریه، مثل افغانستان، مثل عراق، مثل فلسطین، مثل سودان، مثل تحریم ایران. بریکس با تحریم ایران مخالفه و می‌خواد نقش‌آفرینی بکنه. چهار، مخالفت با تحریم یک جانبه آمریکا با ایران. تحریم یک جانبه آمریکا علیه ایران رو هیچ کدوم از کشورهای بریکس قبول ندارن و مخالفت خودشون هم بارها اعلام کردن. پنج، مقابله با تسلط غرب بر نهادهای بین المللی، چه مالی و چه غیر مالی که عمدتا در آمریکا و اروپا هستن. بله. شش، مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا. تمامی کشورهای عضو بریکس اینا تحریم‌های یک جانبه آمریکا رو قبول ندارن، میگن ما فقط تحریم‌های سازمان ملل رو تبعیت می‌کنیم. از تحریم‌های ثانویه و تحریم‌های آمریکایی بهش تبعیت. یک جانبه گرایی آمریکا رو بله. یک جانبه گرایی در مقابلش واسلام جدی هم واسلام. بله دوستان، دقیقاً همینطوره. بریکس مقابله با روابط سلطه‌گرانه‌ای هست که آمریکا در مقام یه امپراتور تمامیت‌خواه و میلیتاریست بر جهان تحمیل کرد. نظم انسان ستیزی که از 1990 مثل سرطان فرود اومد و جهان را با بمب، تحریم یا دستور IMF نابود کرد و اسم این آمریکایی سازی رو هم گذاشت جهانی سازی. باید عرض کنم که بریکس یعنی جهان جدید. البته مدیونید فکر کنید که تو زمان شاه هم از این موارد نداشتیم. فردا همین عکس رو یه سلطنت طلب میذاره و زیرش هم مینویسه اجلاس قولهای تکنولوژی در خصوص بررسی ایده متاورس پهلوی در سال 1345. یعنی همینقدر تباه.
خیلی ازتون ممنونم که تا انتها با ما همراه بودین. دوستان لایک و سابسکرایب ها یادتون نره که اینجوری که از سرخط حمایت میکنین و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما واسه دوستاتونم بفرستینش تا یه ویدیوی دیگه در پناه حق باشین.